این چه مغلطه بیمزه است واقعا. جیمی کارتر چه کرد؟ آقا گفت حقوق بشر. خب حقوق بشر مگه چیزی بدی است؟ اگه جیمی کارتر گفت این چون پیش آمد الان عرض میکنه، همین از ثانیه ایشون گفتن که اعلام کنیم که جمع شدن، حتما من مطمئن هستم استبدادیون هستم. یه مملکتی بوده، قانونی داشته، آقا یک پایه‌ای داشته سیاست، یک پایه‌ای داشته اقتصاد، یک پایه‌ای داشته روشنفکری، یک پایه‌ای داشته فرهنگ. یه نفر آمده شده عرض کنم که مرکز عالم وجود، تقریبا همه این 30-40 میلیون رو خفه کرده بود، به دست خودش گرفته بود دیگه. نمیشد ادامه داد. آقای علم در این خاطراتش اینها میگوید آقا ما حتما سقوط میکنیم، یعنی بارها اشاره کرده است. بعدم این جیمی کارتر آمد. جیمی یعنی در واقع ما نمیدونم چگونه عرض کنم، اینم ایرلیونت دیگه، این نامربوطه. بعضی اوقات میگوییم بی بی سی. آقا بی بی سی چرا آخوندار رو سرنگون نمیکنه؟ چرا هیچ رژیم دیگه ما رو باید سرنگون کنن؟ خارجی ها حالا جمع شدن هیاهو کنن علیه جیمی کارتر. جیمی کارتر لشکر کشید. جیمی کارتر داستانش چی بود؟ مردم ایران پای خواسته بودن، این بابا مانده بود. کسانی که در واشنگتن بودن روزگار به یاد دارن، اتفاقا به محضی که CIA رپورت میکرد که مردم ایران در مراحل انقلابی نیستن، بلافاصله دو تا هواپیما باتوم و گاز اشکاور میفرستاد که ما پشتیبان حکومت فعلی هستیم. بعد دوباره تبریز مثلا میومدن بیرون، نمیدونم اصفهان شلوغ میشد، همینجوری. بعد دوباره این آقا متحیر شد که آقا این گزارشه بعد چه بود؟ چون من به یاد دارم به واسطه علاقه‌ای که ما همواره به این داستان آزادی و در واقع بیزاری که از استبداد داشتیم همیشه از روزگار قدیم، مترسنی بودیم که چه میشود وضعیت داخل کشور اینها. این جیمی کارتر آمده بود، یک مردی بود ساده، یک مردی بود بادام فروش، نمیدانم یک دوره هم گویا گاورنر ایالت جورجیا بود. ایشان آمده بود و یک ادمنستریشنی دولتی درست کرده بود، از کنم که تناقضها رو همه جمع‌آوری کرده بود. از یک سو یا آقای داشت به نام سمت چپ آقای برژینسکی، زیبن برژینسکی، که این آقا از اون آدمای ضد کمونیسم ذاتی بود در واقع، اینم مغلط از ذاتی اینها. یک طرف هم یه آقای براونی داشت، یک وکیل لیبرالی بود که این طرفدار آزادی بود این حرفا. اینها در واقع ادوایز درست به آقای کارتر نمیدونم مونده بود، معطل مونده بود که چیکار باید بکنه. حقیقتا بیچاره شد در موضوع ایران، نمیدونست چیکار باید بکنه. بعد آمدن گفتن آقا این دولت، یعنی دولت آقای جیمی کارتر، اسنادش هست، این عاجز شده، ما باسی یک نفر که متخصص امور خاورمیانه و ایران هست بخواهیم که به ما ادوایز بدهد که چه بکنیم. آقای جورج بال، اندر سکرتری آف استیت، یعنی معاون سکرتری، یعنی وزیر امور خارجه در روزگار نیکسون و کیسینجر، این آقا آمد، از اون سیاستمدار قدیمی و کارکشته بود، وضعیت ایران هم میدانست، آمد جورج بال گفت به من یک هفته وقت بدهید، من به شما پیشنهاد میدهم که چه بکنیم. بعد طرح جورج بال رو در واشنگتن پست کاملا چاپ کردن و همون هم خواستن اجرا بکنن. در واقع جورج بال پروپوزیشنی که داده بود، یک دولتی از نشنال فرانت، من مصطلحاتش درستی به یادم هست، که همون جبهه ملی باشد، تشکیل بشود. دو، شاه ایران از مملکت بیرون برود. سه، ارتش ایران پشتیبانی از دولت جدید بکند. و چهار، با مخالفین هم تماس گرفته بشود. اینها گفتن آقا چگونه است؟ گفتن بد نیست. این رو اعلام کردن، فرستادن به آقای جنرال هیک که فرمانده ناتو بود. اون هم یه معاونی داشت به نام جنرال هایزر. این هایزر آمد و بیخیالی و گردن کلفتی در واقع، چون شما میخوایی وارد مملکتی بشی بودی احترام میذاری، ویزایی بگیری، یه چیزی پا شده سواری یک هفت ما شده رفته اونجا و به ایشون گفته از شما باید از مملکت بیرون بری. من اگر جای پادشاه ایران بودم میگفتن آقا رو بگیری زندان کنید، زندان که سهل از طبیله، مملکت من آمدی اینجا چه میگی تو؟ من اینجا عرض کنم که کاری هستم، شاه این مملکت هستم، تو اومدی میخوای منو بیرون کنی، این نفر خارجی. خب این همه ضعف ها بودی دیگه. شما به چه دلیل، به چگونه آمدی در این کشور غیر قانونی؟ همه ضعف ها بوده. حالا جیمی کارتر، علیه جیمی کارتر، من شنیدم فحشای رکیک که میدن جیمی کارتر آمده آقا اساس سیاست خارجی ما حقوق بشره.
خیلی خوب، اساس سیاست شما حقوق بشر باشد. ما که اینجا تخطی نداریم از حقوق بشر، چرا بترسیم؟ چرا هندوستان سرنگون نشد؟ چرا سوئیس سرنگون نشد؟ چرا نمیدونم؟ اینها دردهای مانده بر هم، خشم در واقع فروخورده مردم به سالیان دراز برمیگردد به موضوع نمیدونم 28 مرداد و اون قضایا و بعد بستن مجلس و بستن نمیدونم روزنامه ها و بستن احزاب سیاسی و ناراضیان و گروه های روشنفکری مخالف و وضعیت نابسامان اقتصاد و عدم تقسیم نمیدونم عادلانه ثروت و هزار و یک مشکل و مملکت داشت. جیمی کارتر گفت که آقا حقوق بشر، حالا بریم بهش بریم یه دریبری بگیم، بگیم که آقا تو چرا گفتی حقوق بشر؟ میباستی بگی که عرض کنم که یه چیز دیگه میگفتی، گفتی بشر داره حق نیست، اون موقع خیلی خوب میشه. خودمون رو به مغالطات دچار میکنیم. چرا؟ به جهت اینکه شهامت و دلاوری رویارویی با حقیقت رو نداریم. انگشت اتهام رو دراز میکنیم به بی بی سی و لندن و نفت و نمچیو، همه چیز میگوییم جز اون چه باید. نمیشه که اینکه تحلیل نیست که ما میکنیم از جامعه ایران. حالا فرض میکنیم که این درسته، ببینیم مملکت ما چقدر تقلبی و قلابی بوده. حکومت ما که یک کسی اومده نمیدونم چند 12,000 مالی طرفدار گفته حقوق بشر، حکومت ما سقوط کرد. سیاست آمریکا از روزگار هری ترومن، یعنی بلافاصله جنگ عرض کنم که توپخانه ها ساکت شدن، سیاست آمریکا مطلق سیاست خارجیش این بود که جلو کمونیسم رو بگیره. نفرت عجیبی اینجا، یک زمانی یک مکارتی بود مردک دیوانه در این سنای آمریکا و میگفت که کمونیست ها کشور رو گرفتن، تمام آدم های مشهور رو بیابرو کردن، چارلی چاپلین رو نمیدونم سیتیزن شیپش رو گرفتن ببینش کردن. مقصودی که بزرگترین سعی این مملکت جلو این بوده جلو کمونیست رو بگیره. بیشتر کمک هایی که آمریکا کرده است به آلمان و ژاپن و اینها به خاطر جلوگیری از کمونیسم بوده. سیاستش علل اطلاق در جلوگیری از کمونیسم بوده. این سیاست در روزگار هری ترومن بود تا زمان ریگان. اینا مقصود از این حرف ها این هست که در 60-70 کیلومتری جنوب فلوریدا یک آقای آمد به نام فیدل کاسترو، هنوز هستش، سیستم کمونیستی آورد. این مملکت با این قدرت زیر نافش به قول اینجایی ها میگوین، اینجا این تشکیلات کمونیستی برقرار شد. هر چه کردن که آقا رو ساقط کنن نشد. لشکر هم کشیدن، داستان خلیج خوک ها اینا چیز کردن، کوبایی های فراری رو مجهز کردن با توپ و تفنگ و هواپیما. چندین بار سیایه نقشه کشید این رو بکشه، اساسا سعیشون برای و بیچارش کردن این رو محاصره اقتصادی، هنوز تحریم اقتصادی، این آقا رو نتونستن بندازن. جیمی کارتر گفت حقوق بشر اون افتاد، بیچاره فقط چیزی که چیزی داشتن با روس ها بود که نمیدونم تو تنباکو میدادن، نمیدونم گاو میگرفتن. روس ها هم که پول نداشتن به اینا بدن که، بر روی همین گفتن روزی 8 میلیون روبل کمک میشود به کوبا که بمانه از طریق روسیه. نتوانستن این رو ساقط کنن. چگونه یه جیمی کارتری گفت حقوق بشر اون ابرقدرت ما با اون حشمت و شوکت و دربار و بند و بساط سقوط کرد؟ با یه کلمه لشکرکشی ها به کوبا و این همه تبلیغات و این همه فشارها نتوانست این مردی با یه جزیره داره یه ماشین تنباکو میکاره چیزی نداره. آخه ما یکم فکر بکنیم، خوب هست بد نیست فکر. همینجور که نمیشود که مرغ یک پا دارد که جیمی کارتر آمد نمیدونم دولت ما را سرنگون کرد. این چه حرفی است آخه؟ چگونه شد که اون دولت سرنگون شد؟ چه مشکلاتی داشت؟ اینا رو بررسی کردی؟ نه خیر، همه چیز خیلی عالی بود اما سرنگون شد. خیلی مورد حسادت واقع شد. چه حسادتی؟ مملکتی دو تا بندر نداشته جنسا که میخره تخلیه کنه، حسادتی کیو برانگیخت؟ چند هزار کیلومتر جاده شسته بود، 900 کیلومتر هم نمیدونم قطار، این دیگه افتخارات نداشت که کسی حسودیش بشه به این داستان. پس باید چین هم سرنگون کنن، تایوان و ژاپن و کره و همه اینا هم بریزن سرنگون کنن، حسودیشون بشه دیگه.